سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه بلژیک نسبت به همکاری اقتصادی با اروپا ابراز خوشبینی کرد و گفت دوستان اروپایی ما باید بدانند که فضای مناسب و موقعیت باثباتی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده است آقای ظریف همچنین گفته است ایران به مذاکرات هسته ای تا زمان از میان برداشته شدن تمامی بحانه هایی که به وضع تحریم ها منجر شده ادامه خواهد داد تا شرایط برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود. دیده رندر وزیر خارجه بلژیک هم ابراز امیدواری کرده مذاکرات هسته‌ای به ایجاد اعتماد میان ایران و غرب منجر شود آقای رندر سومین وزیر خارجه اروپایی است که در دو ماه گذشته به ایران سفر کرده است پیش از او وزرای خارجه ایتالیا و سوئد به ایران رفته بودند مجلس ایران روز گذشته برای بحث درباره مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی یک جلسه غیرعلنی تشکیل داد و پس از این جلسه غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس گفت علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه خواستار رعایت مسائل امنیتی کشور نظام و انقلاب در جلسات علنی شده است به افزوده لاریجانی گفته برخی نمایندگان اظهار نظراتی میکنند کنند کم اسرار نظام فاش می شود و هم این اطلاعات به گفته او دستمایه دشمنان قرار میگیرد. در هفته اخیر برخی نمایندگان اظهارات جنجال برانگیزی در خصوص سوریه و توافقنامه ژنو مطرح کردند. محمود نبویان گفته بود جمهوری اسلامی 300 هزار نظامی سوری را آموزش داده است. و حمید رسایی هم گفته بود علی خامنه ای از توافقنامه ژنو انتقاد کرده گروهی دیگر از نمایندگان هم دو هفته پیش نیز با انتشار دو نامه از اختلاف دولت حسن روحانی با سپاه پاسداران بر سر برگزاری رزمایش موشکی سپاه و سفر هیئت نظامی به ایران خبر داده بودند در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار بود دیروز یک شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافته و به سوالات نمایندگان پاسخ داد در این جلسه حضور نیافت ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اعلام این موضوع گفته است اکنون که ظریف نیامده سوالات از وی به صحنه مجلس ارجا داده می شود وبسایت خبر آنلاین نوشت موضوع دیدگاه محمد جواد ظریف در ارتباط با هولوکاست از مهمترین محور سوالات نمایندگان مجلس است مسئله نحوه برداشت کشورهای دیگر از میادین مشترک نفتی با ایران و دلیل عدم افتتاح بازارچه مرزی سلماس از دیگر سوالاتی است که قرار بوده از وزیر خارجه ایران پرسیده شود در رویدادی دیگر مرتبط با پرونده هسته ایران بند شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی در اسرائیل گفت مذاکرات با ایران زمان کامل خواهد شد که به این هدف برسیم که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیز است خانم شرمن گفته کشورش قصد دارد تا 20 جولای 29 تیر ماه با ایران به توافق برسد در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران سخنان وندی شرمن را اعترافی بر حق قنیسازی ایران توصیف کرد قرار است دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک هفته آینده برگزار شود علی اکبر ناطق نوری با حمله به گرایان و تندروها در جمهوری اسلامی با بیان اینکه افراطی ها با ایمان نیستند گفته است همکنون یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بیترمزها هستیم در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی هم آیت الله خمینی را معتدل توصیف کرد و گفت هم وی همواره از گروه های افراتی دوری می کرد ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی از حامیان حسن روحانی هستند علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام با بیان اینکه آدمهای با تقوا افرادگر و تندرو نیستند بلکه معتدل هستند گفت همکنون یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بیترمزها هستیم حال چه چپ و یا چه راست باشد تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه میزند وی گفت برای پرهیز از افرادگرایی همگی باید خود را با علی خامنهای تنظیم کنند ناطق نوری با مقایسه ای و حضرت علی گفت در حال حاضر برخی کاسه های داغتر از آش هستند که اینها زمان حضرت علی هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند وی در ادامه افسود علامت سجده روی پیشانی خوارج دیده میشد و آستین لباسشان پاره میشد اینها به ظاهر زاهد بودند اما حضرت علی در موردشان می گفت که خطر اینها از کفار بیشتر است ناطق نوری گفت به برخی از این افرادگرایان وقتی گفته می شود که خامنه ای چنین موضوعی را گفته است می گویند برخی چیزها را خامنه ای مسلحت نمی داند و ما باید جاده صاف کن باشیم ناطق در پایان هم با مقایسه تندروها در داخل و خارج از کشور گفت تکفیری ها و القاعده و این مرس ها از کجا آمدند این تندروها به نام اسلام فساد و جنایت می کنند سر میبرند برند و قلب طرف را می خورند. و به زنان مردم تعدی می کنند و فکر هم می کند با این کارها به بهشت می روند. در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعتدار را جزی از مذهب شیعه خواند و گفت مسلمانان دارای منطق استدلال و تفکر و تعقل هستند و تا زمانی که مورد تهاجم قرار نگیرند دست به شمشیر و سلاح نمی برند. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام آیت الله خمینی را مظهر عدالت معرفی کرد و گفت آقای خامنه ای از همان روزهای نخست همواره از گروه های و تند رو دوری کردند و پافشاری و تاکید ایشان بر نقش مردم در تصمیم گیری ها بود اظهارات هاشمی در مورد آیت الله خامنی در حالی است که در زمان رهبر پیشین ایران افراتگرایان وضعیت سیاهی را برای جامعه ایران به وجود آوردند و آقای خامنی هم از آنها حمایت می کرد. از جمله در جریان حمله به سفارت آمریکا آقای خمینی با حمایت از حمله کنندگان آن را انقلاب دوم نامید هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود گفت که باید همه برای جلوگیری از پیشروی و تندروی جلوگیری کنیم چرا که مردم از تندروی میرنجند علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی از حامیان حسن روحانی هستند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها مورد حمله قرار گرفتند در جریان مناظری جنجالی میرحسین موسوی و احمدی نژاد رئیس دولت پیشین سراحتا فرزندان هاشمی و ناطق نوری را به راندخاری و فساد متهم کرد پس از آن آقای هاشمی مرتب به احمدی نژاد و تیمش حمله و آنها را افرادگرایان تازه به دوران رسیده معرفی کرد اما آقای ناطق نوری بعد از آن مناظری جنجالی سکوتی اعتراضی کرد و تا زمان روی کارآمدن روحانی سخنی نگفت وی اخیرا در چندین نوبت تلویحا به تندروها حمله کرده است دادستان مصر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور را متهم کرد که با هدف بی کردن مصر اسرار دولتی این کشور را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل میداده است به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه جلسه دادگاه مرسی آمده است وی و 35 اسلامگرای دیگر که شامل رهبران اخوان المسلمین می شوند اسرار دفاع ملی را به یک کشور خارجی تحویل داده و به سپاه پاسداران ایران گزارش های امنیتی ارائه دادند تا به امنیت و ثبات کشور ضربه بزنند در این بیانیه در مورد محتوای اطلاعاتی که به گفته دادستانها ها به دست سپاه پاسداران افتاده جزئیاتی ذکر نشده است. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که مرسی و 35 اسلامگرای دیگر با قدرتهای خارجی جنبش شبه نظامی حماس و جمهوری اسلامی توتعی را ترتیب دادند تا به صبات مصر ضربه بزنند. این اتهام در دومین جلسه محاکمه محمد مرسی که روز گذشته برگزار شد مطرح شده است. جلسات محاکمه مرسی به اتهام جاسوسی از 16 فوریه آغاز شده و تا دو جلسه دیگر ادامه می‌یابد. بیش از صد هزار نفر از هواداران و مخالفان نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا در روزهای گذشته به خیابانهای ونزوئلا آمدند. مخالفان نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا را به اتخاذ سیاستی متهم می کنند که باعث افزایش تورم، فساد و جنایت در کشور شده است. در همین حال مادرو در جمع هواداران خود خواستار برگزاری کنفرانس ملی صلح شد و از مخالفانش خواست درباره مشکلات موجود با مقامات دولتی گفتگو کنند. مخالفت ها با مادرو یک سال پس از مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا در این کشور افزایش یافته است. نیکولاس مادرو مخالفان خود را فاشیست خوانده و آمریکا را متهم به حمایت از آنان می کند. سایت پارسینه نوشته صدا و سیما در برنامه های خود با ابراز ناخشنودی زمنی از فرار رئیس جمهور حامی روسیه در اوکراین از یانکوویچ به عنوان رئیس جمهور قانونی این کشور نامی برد. این وبسایت نوشته صدا و سیما در پوشش اخبار اوکراین از تیموشنکو به عنوان سرکرده مخالفان غربگرا و همدست غرب و آمریکا نام میبرد به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور اوکراین امروز اعلام کرده است که قرار بازداشت ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین صادر شده است. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید مداخله نظامی در اوکراین از سوی روسیه اشتباهی سنگین برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. معترضان اوکراینی روز شنبه سوم اسفند موفق شدند پس از چند ماه تجمع و درگیری خونین کنترل نهادهای دولتی از جمله نهاد ریاست جمهوری و پارلمان این کشور را در دست بگیرند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به تحولات اوکراین گفت آمریکا در کنار مردم اوکراین است و خواستار برقراری دموکراسی در این کشور است. به گزارش رویترز، سوزان رایس با اشاره به احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین گفت: مداخله نظامی در اوکراین از سوی روسیه اشتباهی سنگین برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. رایس همچنین یادآور شد آمریکا به همراه صندوق بین المللی پول در ارائه کمک مالی و اقتصادی برای اوکراین که اقتصادی شکننده دارد ایفای نقش خواهد کرد. وی در خصوص احتمال تجزیه اوکراین هم گفت رئیس جمهور اوباما به همتای روس خود پوتین گفته است که آمریکا و روسیه در حفظ وحدت اوکراین منافع مشترکی دارند. رایس در ادامه تأکید کرد تجزیه اوکراین نه به سود اوکراین نه به سود روسیه نه به سود آمریکا و نه به سود اتحادیه اروپا است و کسی نمیخواهد شاهد این باشد در رویدادی دیگر در اوکراین پس از برکناری ویکتور یانکوویچ پارلمان این کشور در جلسه فوق اختیارات رئیس جمهوری را موقتا به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان محول کرد و به او تا روز سهشنبه مهلت داد که دولت اعتلاف ملی را تشکیل دهد الکساندر تورچینوف پس از انتخاب آمادگی خود برای گفتگو با مقامات بلند پایی روس را اعلام کرد. رئیس جمهور موقت اوکراین که ریاست پارلمان این کشور را نیز بر عهده دارد، همچنین از طرفداران خود خواست تا به درگیری ها در این کشور پایان دهند. آقای تورچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو نخست وزیر اسبق است که روز شنبه از زندان آزاد شد. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزرای امور خارجه و بهداشت این کشور رأی داد. خبرگزاری ها گزارش دادند که به دنبال سقوط دولت اوکراین پارلمان این کشور سه گزینه را برای برعهده گرفتن مقام نخست وزیری اوکراین در نظر گرفته است. همزمان گزارش شده که محل اقامت ویکتور یانوکویچ نامعلوم است. در همین حال آقای یانوکویچ حوادث اخیر اوکراین را کودتا توصیف کرده و با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری قانونی این کشور است گفته که از قدرت کناره گیری نمی کند این در حالی است که او از روز شنبه ناپدید شده و مشخص نیست کجا به سر می برد خبرگزاری آلمان گزارش داده که نیروهای مرزی اوکراین اجازه خروج رئیس جمهوری سابق اوکراین از کشور با یک پرواز چارتر از منطقه مادری خود به نام دونتسک را ندادند. همچنین شب گذشته هم سفیر روسیه در کیف پایتخت اوکراین برای مشورت به مسکو فراخوانده شد در رویدادی دیگر ایران که کشوری نزدیک به روسیه است و از یانوکوویچ حمایت می کند هم به بحران اوکراین واکنش نشان داد و گفت سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگیری می کند. ها در اوکراین از ماه نوامبر سال 2013 و هنگامی آغاز شد که ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری سابق این کشور امضای قرارداد تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا را نپذیرفت و ترجیح داد روابط مستحکم تجاری خود را با روسیه افزایش دهد. معترضان به این تصمیم که خواستار نزدیکی اوکراین به غرب هستند برای پیش از دو ماه در سرمایه طاقت فرسای کیف در خیابانها باقی ماندند تا در نهایت موفق شدند دولت را ساقط کنند درگیری ها در کیف به کشته شدن بیش از 80 نفر منجر شده است اوزا در میدان استقلال شهر کیف اوکراین که مرکز اعتراضات اخیر بوده در حال حاضر آرام گزارش شده است سایت هاشمی رفسنجانی با انتشار مذاکرات وی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در آخرین دیدار در سال 87 نوشت به محض بازگشت هاشمی رفسنجانی از این سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران با انتشار خبری که مبنی بر تفتیش بدنی نماینده وقت ولی فقیه در امور حج و زیارت در فرودگاه عربستان فضای روابط دو کشور را متشنج کرد این سایت به نقل از هاشمی رفسنجانی نوشته بعدها که متکی به آقای رفسنجانی در توجیه این کار گفته بود از سوی رئیس جمهوری وقت برای انجام این کار معمور بوده و معذور وبسایت درباره دیدار آن سال هاشمی با پادشاه عربستان نوشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در آخرین دیدار خود با حاشمی رفسنجانی در سال 87 به رفتار خارج از عرف دیپلماتیک آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی معترض شد و قول داد این موضوع را برای اصلاح آن به آمریکایی ها گوشزد کند سردار مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ایالات متحده آمریکا خواست تا به ایالتهایی که مایلند از آمریکا جدا شوند حق خودمختاری و جدایی بدهد آقای جزایری گفته گروه های زیادی در ایالت های مختلف آمریکا وجود دارند که با خطی مش و سیاست های دولت مرکزی این کشور در حال جدال هستند و این گروه ها حق دارند نحوه اداره ایالت خود را تعیین کنند و دولت مرکزی نباید برای انجام این کار مانع تراشی کند آمریکا از 52 ایالت فدرال تشکیل شده که هر ایالت از اختیارات کامل منطقه‌ای و حق تعیین سرنوشت برخوردار است دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات ایران از اتمام زربل این هیئت به رسانه ها خبر داده و گفته سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی بدون مجوز باید از هیئت نظارت مجوز بگیرند سید علایالدین ظهوریان گفته است از آنجا که پایگاه های خبری و اطلاع رسانی تحت پوشش قانون مطبوعات قرار دارند، فعالیت بدون مجوز آنها تخلف محسوب می شود و حکم آنها شبیه نشریاتی است که بدون مجوز منتشر می شود. پیشتر علی جنتی وزیر ارشاد از بیتوجهی سایت ها و پایگاه های خبری به این زرگل خبر داده بود. آقای جنتی گفته بود ما هیچ سایتی را که درخواست مجوز نکرده است نبستیم اما در آینده این سایت ها بسته خواهند شد محمد جعفر منتظری رئیس کل دادگاه های ویژه روحانیت در همایش سراسری دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت که در قوم برگزار شد یکی از مشکلات این دادگاه را حجم گسترده پرونده ها اعلام کرده و گفته مدیریت قضایی بر روی این پرونده ها انجام نمی شود به همچنین از درخواست مراجع تقلید برای ضرورت اصلاحات در این دادگاه ها خبر داد ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه هم در این همایش از کسرت پرونده ها در این دادگاه ها گفت و تاکید کرد قوه قضاییه در پی کاهش ورودی پرونده به این دادگاه است دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور روح الله خمینی تشکیل شد رسیدگی به جرایم روحانیون از مهمترین وظایف این دادگاه است. قضات این دادگاه با نظر مستقیم علی خامنهای رهبر نظام انتخاب می شوند وبسایت سلام نو نوشت که به احتمال زیاد دکتر افخمی رئیس فعلی مرکز لغتنامه دهخدا که پیشتر و در دوران اصلاحات ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را بر عهده داشت رئیس دانشگاه تهران خواهد شد. پیشتر از دکتر نیلی و دکتر رحیمیان نیز برای ریاست دانشگاه تهران نام برده شده بود. در همین حال غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس با انتقاد از روزنامه های اصلاح طلب به خاطر خوشحالی از ازل فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران از حسن روحانی خواست شعار اعتدال را توضیح دهد و به وی درباره ورود فعالان حوادث سال 88 به دولت هشدار داد به دنبال برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران روزنامه های حوادار دولت و اصلاح طلب با استقبال از این اقدام تیترهایی در حمایت از ازل وی منتشر کردند عباس بزرگمر، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آسمان با تودیه وسیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. آقای بزرگمر ساعتی پس از توقیف روزنامه نوپای آسمان روز پنج شنبه اول اسفند ماه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همان روز بازداشت شد. نوشاد عبادی از دوستان آقای بزرگمهر گفته است که لیلا ابراهیمیان گردآورنده مطلبی که باعث توقیف روزنامه شده بود اصر روز شنبه سوم اسفند با قرار کفالت و تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است در همین ارتباط مشالا شمس سردبیر روزنامه های توقیف شده جامعه توس نشاد و اصر آزادگان نیز در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه وی را به مناظره دعوت کرد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانی نسبت به افزایش اعدام در ایران هشدار داد. سخنگوی سازمان ملل در این باره گفته روند اعدام در ایران با آغاز سال جدید میلادی و طی هفته های اخیر روندی افزایشی داشته و تنها طی دو ماه گذشته 80 نفر در ایران اعدام شدند. مستان بختیاری و جزئیات بیشتر یکی از دقدقه های مهم فعالین حقوق بشر در داخل کشور و بسیاری سازمان های فعال در زمینه حقوق بشر در خارج از کشور مسئله روند افزایشی و توقف ناپذیر بودن ادام در ایران هستش در همین رابطه در چند روز گذشته دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانی ای رو صادر کرد و نسبت به این موضوع به حکومت جمهوری اسلام ایران هشدار داد آنطور که سخنگوی این دفتر اعلام میکنه تنها در هفت هفته نخست سال میلادی جدید حدود 80 نفر در ایران اعدام شدن و به گفته سخنگوی این دفتر ممکن است تعداد این افراد اعدام شده در طی چند روز گذشته به 90 یا 95 نفر هم برسه آن چیزی که مشخصا در بیانی اخیر دفتر کمیساره عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ما شاهدش هستیم دو موضوع کلی هستش یکی اینکه اساسا بسیاری از اعدام های صورت گرفته در چند ماه گذشته در ایران خارج از ضوابط قانونی و در یک روند ناعادلانه بوده مشخصا در این رابطه به اعدام دو فعال فرهنگی عرب ایرانی اشاره میکنه و عنوان میکنه آنچه تحت عنوان اعترافات از این دو نفر در محاکمه اونها به اون استناد شده و گرفته شده و به اون استناد شده اساسا در یک روند غیر عادی یعنی تحت اجبار و شکنجه گرفته شده موضوع دومی که در این بیانیه به اون اشاره شده این هستش که بسیاری از ادامه های صورت گرفته در ایران مربوط هست به جرایمی که از اون تحت عنوان جرایم مواد و مخدر یاد میشه و این گونه جرایم از دیدگاه سازمان ملل متحد اصولا جرایم سنگینی محسوب نمیشن که افرادی که در این رابطه متهم میشن یا محکوم میشن مشمول شمول حکم اعدام بشن اما روایت مسئولین قضایی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران از موضوع اعدام و قصاص روایت متفاوت تری هستش اونها اصولا این موضوع رو مربوط به قوانین مذهبی و اسلامی میدونن و حتی اون رو مربوط به قوانین مندرج در قرآن میدونن بسیار بر روی این موضوعات حساس هستن و حتی کسانی که با این موضوعات مخالفت میکنن رو به نام مخالف اسلام میدونن شاید بودیم در هفته گذشته روزنامه آسمان مقاله رو تحت عنوان قصاص یک موضوع غیر انسانی به چاپ رسوند که بلافاصله روزنامه توقیف میشه مدیر مسئول اون بازداشت میشه و حتی بالاتر از اون یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام میکنه که کسانی که با احکام مندرج در قرآن که به موضوع قصاص و اعدام میپردازه در واقع باوری ندارن و اون رو منکر میشن حکمشون ارتداد است من و به طور مشخص روشن است که جمهوری اسلامی دیدگاهش در زمینه این گونه بیانیه ها و گزارش هایی که از این سازمان های حقوق بشری صادر میشه چی است این گزارش ها رو اصولا دخالت در قوانین داخلی خودش و مخالفت با احکام اسلامی و مذهبی میدونه اما اساسا آن چیزی که در شرایط کنونی برای بسیاری از این سازمان های حقوق بشری مهم هستش مسئله روی کار آمدن دولت جدید و وعده هایی هستش که در ارتباط با موضوع حقوق بشر و بهبود حقوق بشر در ایران داده در این بیانی هم میبینیم مشخصا به این موضوع اشاره میکنه و عنوان میکنه که دولت در زمینه تغییر احکام مربوط به اعدام در طی چند ماه گذشته با وجود وعده هایی که داده تلاشی رو انجام نداده یا دست کم تلاشی رو در این زمینه صورت نداده که این روند افزایش اعدام ها کند بشه یا متوقف بشه بر اساس بسیار از گزارش هایی که همین سازمان های حقوق بشری در سال گذشته منتشر کردن شاهد بودیم که حدود 500 تا 625 اعدام در ایران صورت گرفت که از این حیث ایران بعد از کشور چین رتبه دوم جهانی اعدام رو به خودش اختصاص داد حازم ببلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر صبح امروز دوشنبه استعفای کابینش را اعلام کرد به پس از دیدار کوتاهی با رئیس جمهوری موقت عدلی منصور استعفای همه اعضای دولت را ارائه کرد قرار است آقای ببلاوی درباره علل استعفای کابینش اطلاعیه صادر کند بنا به گزارش رسانه های مصر احتمال می رود آقای ابراهیم محلب وزیر مسکن در کابینه ببلاوی دولت جدید را تشکیل دهد ترکیه گزارش یک رسانه پاکستانی را که مدعی شده بود طالبان دفتر سیاسی در آنکارا افتتاح کرده است را رد کرد. گزارش نشریه پاکستانی پس از آن منتشر می شود که نشست ای با حضور ترکیه، افغانستان و پاکستان در اوایل ماه جاری میلادی در آنکارا برگزار شد. این رسانه پاکستانی همچنین گزارش داده بود که بالاترین مقام اطلاعاتی پاکستان با مشاور سیاسی ملا عمر رهبر طالبان در آنکارا دیدار کرده است. ترکیه در گذشته گفته بود که این کشور آماده ای ایجاد دفتری برای طالبان است تا به گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند. اما رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به افزایش بیماران روانی در ایران میگوید در حال حاضر 25 درصد بزرگسالان ایران دچار بیماری روانی هستند پیشتر یک مقام وزارت بهداشت هم نسبت به افزایش بیماری های روانی در ایران هشدار داده بود این آمار در حالی است که برخی کارشناسان میزان بیماری های روانی در کشور را بسیار بیشتر اعلام می دکتر احمد جلیلی رئیس انجمن علمی روانپزشکان در ایران آمار جدید بیماران روانی در ایران را 25 درصد افراد بزرگسال ذکر کرد. پیش از او دکتر میر سپاسی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفته بود که اختلالات روانی در ایران رتبه بالایی از بار بیماری را در بر دارد. او از حدود 20 تا 23 درصد افراد بزرگسال یعنی بین 15 تا 64 سال مبتلا به بیماری روانی یاد کرده بود. دکتر احمد جلیلی آمار 20 تا 23 درصدی بیماران روانی را مربوط به سال گذشته خواند و گفت بر آمارگیری که به صورت تحقیق میدانی و بر مبنای پرسشنامه در تهران و شهرستانها شده شمار بیماران روانی افزایش یافته و به 25 درصد رسیده است به گفته وی میزان بیماری های روانی میان زنان نیز حدود 6 درصد بیشتر از مردان است دکتر جلیلی گفت کسانی که از آنان به عنوان بیمار روانی نام برده می شود دارای آرزه هستند چون استراب، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی و اختلالات شدید روانپزشکی چون اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی. وی افسود تا اواخر قرن 19 و در ایران تا 50 سال پیش فکر می‌کردند که بیمار روانی کسی است که دچار اختلالات شدید روانپریشی باشد. در نتیجه برای مردم بیماران روانی کسانی بودند که دچار هزیان، توهم، قطع رابطه با واقعیت، اختلال رفتار تهاجم و گوشگیری بودند اما به گفته یه دکتر جلیلی این دسته از بیماران تنها یک دهم جمعیت یک کشور را تشکیل می دهند و از این گروه به نام بیمار روحی یاد می شود دکتر جلیلی در پایان هم گفت از اوایل قرن بیستم بیماری های روانی طیف گسترده ای از بیماری ها را در بر گرفت که مردم به طور معمول آنها را بیماری روانی نمی دانند. مثل استراب، افسردگی، اختلال خواب، عصبانیت، اختلال اشتها، وسواس، خستگی و اختلال های شخصیتی در همین رابطه پیشتر هم فاطمی رخشانی معاون وزیر بهداشت گفته بود شیوع بیماری های روانی طی سال گذشته افزایش پیدا کرده و از 19 درصد به حدود 23 درصد رسید است همچنین علی اکبر سیاری معاون پیشین بهداشتی وزارت بهداشت هم گفته بود بیماری های روانی در سال 1380 معادل 21 درصد بوده که این روند در سال 1387 به 34 درصد افزایش یافته است. سیاری همچنین نسبت به افزایش شدید بیماری های روانی در ایران هشدار داده و گفته بود این میزان در حال حاضر به 40 درصد رسیده است. احمد نوربالا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم سال گذشته با استناد به بررسی های انجام شده طی سالهای های 1378 و 1387 به خبرگزاری ایسنا گفته بود میزان شیوع اختلال های روانی در میان ایرانیان در فاصله 9 سال 60 درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از 34 درصد رسیده است. آمار بیماری های روانی در ایران در سالهای اخیر به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و فضای بسته سیاسی افزایش یافته است. همچنین در همین رابطه کارشناسان از مسئولان وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته بودند وزارت بهداشت در ایران به بیماران روانی و مراکز روانپزشکی خدمات نمی‌دهد. گمروک جمهوری اسلامی واردات ایران در 11 ماهی سال جاری را حدود 43 میلیارد دلار اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر از این مقدار بیش از 3 میلیارد دلار به واردات برنج و گندم اختصاص یافته است. امارات متحده عربی و چین به عنوان بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران معرفی شدند. همچنین صادرات غیر نفتی ایران در این مدت به بالای 37 میلیارد دلار رسید که بخش بزرگی از آن را میانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل داده است. چین و عراق هم به عنوان بزرگترین مشتریان ایران در این دوره معرفی شدند. وزیر کشور ای ایران با بیان اینکه اعتیاد یکی از معضلات اصلی ایران است گفته در حال حاضر 64 درصد از زندانیان معتاد هستند به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفته است 55 درصد علت طلاق ها 30 درصد سرقت ها و 23 درصد قتل ها به دلیل اعتیاد است لذا اگر معضل اعتیاد حل شود بسیاری از مشکلات در بخش های دیگر نیز رفع خواهد شد وزیر کشور ایران با تاکید بر اینکه وزارت کشور در مسائل سیاسی دخالت نمی کند گفته است وزارت کشور طرفدار جریان یا گروه سیاسی نیست و تنها زمینه و بسترهای لازم را برای فعالیت های سیاسی فراهم می کند. محاکمه ستن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر برگزار شد. این کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند در رویداد دیگر نه نفر از وکلای زندانی و فعالان حقوق درویش از زندانهای اوین و شیراز در نامهای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به وضعیت درویش زندانی شدند فشارها بر دراویش در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و در سالهای اخیر تعداد زیادی از دراویش و وکلای مدافع آنها دستگیر شده و هنوز محاکمه نشدند. مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور میگوید روزانه یک میلیون بشک نفت در ایران از بین می رود. به علت اطلاف این میزان نفت و گاز در ایران را مشعل های گازی تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور عنوان کرده است. ایران اگرچه بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد اما بر اساس گزارش شرکت بی پی تولید گاز در ایران حتی کمتر از مصرف داخلی کشور است. فرزاد مخلص الائمه در همایش اصلاح قراردادهای نفتی گفت که صنعت نفت ایران روزانه یک میلیون بشک نفت می سوزاند. به گفته وی میزان اطلاف منابع نفتی و گازی در ایران 75 برابر کشور عربستان است و این در حالی است که کشور عربستان همکنون دو برابر ایران نفت تولید می کند. فرزاد مخلص الامه مهمترین علت اطلاف این میزان نفت و گاز در ایران را های گازی تأسیسات صنایع نفت و گاز کشور عنوان کرده است. پیش از این رستم قاسمی وزیر پیشین نفت در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم ده از اطلاف روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز در ایران خبر داده بود. ایران دارای تعداد زیادی مشعل گازی و یکی از کشورهای بزرگ سوزانده گازهای همراه نفت جهان است. در همین رابطه خبرگزاری مهر دو روز پیش از احتمال خاموشی چهل مشعل گازی در ایران خبر داده بود. پروژه‌ای که برای اجرایی شدن نیاز به 8 میلیارد دلار پشتوانه مالی دارد. بر اساس آنچه در خبرگزاری مهر آمده بود، تنها در منطقه اصلوی معادل 10 میلیون متر مکعب گاز از طریق چهل مشعل می سوزد. مدیر کل نفت سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود برداشت از میادین مشترک را نیز واجد اهمیت بسیار دانسته و گفته است که توسعه میادین مستقل جدید باید از دستور کار صنعت نفت خارج شود. به گفته وی ایران باید پیش از هر چیز توسعه میدانهای مشترک را حداقل تا مرحله حفاری پیش ببرد و پس از آن به توسعه میدانهای مستقل بپردازد. آقای مخلص الائمه همچنین گفته است که بر اساس گزارش های منتشر شده در ویکیلیکس آمار ارائه شده از ذخایر نفت و گاز عربستان واقعی نیست و از این رو این کشور در معادلات نفتی آینده در جهان جایی ندارد و کشور آمریکا نیز به خاطر تولید گاز از ذخایر نامتعارف آسیب‌های جدی به محیط زیست زده است و از این رو ایران میتواند تواند محور سرمایه گذاری بلند مدت در صنایع گاز جهان باشد به دنبال تحریم های غرب علیه پرونده اتمی ایران جمهوری اسلامی نتوانسته تجهیزات لازم برای تجهیز چاهای نفت و میادین گازی را به دست آورد و از این رو در میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه دوچار زیان می شود. ایران در مرزهای جنوبی و جنوب غربی خود با شش کشور منطقه حداقل 15 مخزن نفتی مشترک در آب و 13 مخزن مشترک در خشکی دارد. از میان این میادین مشترک ایران هنوز از برخی از آنها نظیر میدان نفتی مبارک مشترک آبی با امارات و میدان نفتی اسفندیار مشترک آبی با عربستان سعودی برداشت نمی کند. محمد رضا توی سرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از تشکیل گردانهای خاص در این سازمان و انجام تمرینهای اعضای آنها در قرارگاه های مخصوص و بدور از چشم رسانه ها خبر داد. به گزارش سایت دانا آقای توی سرکانی گفته است هدف از فعالیت این گردانها دفاع از مرز و بوم ایران است. سپاه پاستاران پس از وقایع سال 88 اقدام به تشکیل چندین گردان امنیتی برای سرکوب اعتراض های خیابانی کرد. نیروهای سپاه و بسیج در جریان سرکوب اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات 88 نقش مهمی داشتند. اما نماینده ودی فقیه در سازمان بسیج آن را انکار می کند. و اما در پایان این بخش خبری توجه شما را جلب می به تجمع ویژه گروهی از دختران مصری که در اعتراض به پایمال شدن حقوق زنان و خشونت علیه آنان دستفشان و پایکوبان در قاهره به میدان آمدند. این اقدام در آستانه 14 فوریه 2013 برای کسب حقوق کامل زنان پایگذاری شد و میلیون ها تن از زنان در کشورهای مختلف جهان به این جنبش ادالت خواهنه پیبستند. با هم بخش هایی از این اعتراض ویژه را میبینیم. Thank you. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.